بسم الله الرحمن الرحیم. می این بالای مینوی فایل، آره دیگه در فایل پرینت خوانده بودی، سیو خوانده بودی، سیو از خوانده بودی، تمام از یه خوانده شده بود، شیر به نظر مانده. آره شیر به معنای شریک ساختن است. شما اگر قرار باشه فایل خود با مردم شریک بسازی، از شیر استفاده می‌کنی. یعنی او زمان چی می‌خواد؟ اینترنت نوشته که انوایت پیپل سیو تو، مثلا به کجا سیو مونی، ایمیل مونی، از طریق آنلاین کار مونی، دیگه کار مونی. منظورش خلاصه ای است که ما بدون اینترنت کار نمی‌کنیم. هدف چی است؟ مگم فایل شریک سازی است، مگم اینترنت میخوام. دیگه نوشته اکسپورت. اکسپورت به منظور صادر کردن، شما فایل خود را در پسوندهای مختلف صادر میتونی. از جمله پسوند چی است؟ پی دی اف. نوشته کرییت پی دی اف اکسپرس داکومنت نوشته. ما اگر بخوایم در پسوند پی دی اف فایل ذخیره کنم یا جور کنم، بالای گزینه تگمه کرییت پی دی اف انتخاب کنم، مستقیم جای برایش تعیین میکنیم. شما در سیو از هم میکارم بری. دوم کار چی میکنی؟ نام برایش میدنی. مثلا نام نوشته بودم که آموزشگاه، مثلا آموزشگاه، و اینجی صفحه دسکتاپ انتخاب کنم، میگم سیف. آره نمی فایل در پسوند چی جور شد؟ در پسوند پی دی اف جور شد. آره اگر از مده کنیم که آیا جور شده یا نشده، مستقیم خود جور را بسته مونیم، هیرم کلوز مونیم، در صفحه دسکتاپ سایی که بنام چی هستم؟ آموزشگاه. راست کلیک کنیم، در اوپن ویت بیاییم، ادوب ریدر. در ادوب ریدر هم میتونی چی کار کنی؟ اجرا کنی یا باز. سخته برای شما؟ پس ایرم یاد گرفت. یا اگر بخوای در پسوندهای دیگه جور کنی یا بسازی، مثل سیو است، بالای چنج فایل تایپ یک بار کلیک کنی، در همین قسمت سایه که مختلف پسوندها است، از جمله داکومنت. داکومنت که نوشته که در پسوند 2013 است، در پسوندهای دیگه اگر جور کنی ورد 97 تا 2003 است. اوپن داکومنت تکست به شکل TXT پسوند است، به شکل تمپلیت است، به شکل بازم تکست است، به شکل بازم تکست است که بین این پسوندها اگر خواسته باشی ما شما میتونید انتخاب کنید، بالای سیو است کلیک کنید. پس کاری چی را اکسپورت یاد گرفتید. دیگه هست کلوز. کلوز ما را از صفحه فعلی ورد چی مونه؟ خارج می‌سازه. به طور مثال من یک دره کنترل ان مونم، در اینجا خط نوشته مونم، میگم تتل نویس شدی، کاش کی بسته مشتی، مگر ما را از محیط ورد خارج نساز، مگر می بسته شود. در فایل می، در کلوز می تایره شما را میگیره. اگر سیف کردنی بودی خود سیف میزنی، اگر نه کردنی بودی میگی خراب است از وین برو باید دون سیف میگیری، از صفحه ورد چشنیم خارج شدیم. باز یک بار یا شارکت چی کنترل چی هستن؟ دبلیو. کنترل دبلیو که بگیرم بگم دون سیف، سعی کنم از ورد خارج نشتیم، مگم محیطی کاری ورد چی شده؟ بسته شده. مشکلی برای شما؟ پس دوباره کنترل چی میزنیم؟ ان یا کنترل زد، دیگه کار نمیده اینجا. دیگه در مینوی فایل و شارکت چی کنترل دبلیو بود کلوز گفتیم. اکاونت با چی منظور استفاده میشه؟ یکی شما تیم آفیس شما از اینجا تغییر میدید، نوشته آفیس تیم دارک گری نوشته، شما میتونید که وایت بگیری، میتونید لایت گری بگیری. این می سینم سینو تیم داره، بیشتر هم نداره. وایت اگه بگیری محیط آفیس چی شد؟ سفید. و اگر لایت بگیری روشن، و اگر دارک گری بگیری سیاره. که دارک گریش تازه بهتر است، اگر یک کم تر دید چی خوب باشه، یعنی در چشمای آدم زیاد ضرر نداره. شما میتونید انتخاب کنی. دیگه یکی اکتیویشن یا آفیس فعال سازی میتونی از این قسمت، یا در مورد چی معلومات پیدا مونی، اباوت نوشته چیز ورد، یا ساین این شده میتونی داخل سایت مایکروسافت در صورتی که اینترنت باشه تایپش، به غیر از او کار نمیده. که این هم این قسمت آپشن چی هست؟ آپشن که هستن تمام گزینه ها یا مینو هایی که در ورد شما مشاهده می یا کامنت ها که هستن زیر لیست فایل در مینوی آپشن اینج در قسمت آپشن هست تمام ازیا، که اینمی را بخیر ما شما روز آخر تمام مینوها را خلاص کردید، روز آخر بالای آپشن بس بود. حالی به خاطر از این کار نمونیم که یک سری وظیفه های اینمی آپشن یا کامنت ها را ما اصلا کار نکنیم، ما اصلا نمیدونیم چه قسمی وظیفه شر اینجا میگیریم. بعد اول وظیفه ازیا رو یاد میگیریم، بعد از اینجا غیر فعال یا فعال چرا کار میکنیم روزای آخر، که تمام دستوراتی ورد چی کامنت های ورد هستن زیر لیست چی هستن آپشن. این فایل هم خلاص شد. مین در مینوی چی؟ هوم. هوم یعنی خانه. همیشه که شما ورد باز میکنی یا اجرا میکنی، مینوی هوم اتوماتیک باز شده است یا اجرا شده است. به او خاطر یک سری آپشن هایی که روزمره شما زیاد استفاده میکنی در مینوی هوم گنجانیده شد. هر بار که من ورد باز کنم بسته کنم، همین با مینوی هوم چی میشم؟ روبرو میشم. زیاد آپشن های ساده هستن، مهم هم هستن. شما اگر در صفحه ورد خط نوشته کنیم، بدون یکی از این آپشن ها هیچ کار نمیکنی، هیچ کار نمیتونی. مجبور هستی که یک نوع حداقل هیچ کار که نکنی، نوعیت خط تغییر بدی، هیچ کار که نکنی، سایز خط باید تغییر کنی، هیچ کار که نکنی، باید عنوان در وسط بیاری که پیشتر کورسانم که شما نه. پس اینمی آپشن هایی هست که زیاد عام هست و به درد بخور هست.
از جمله چی هستن؟ تب اول چی یا گروپ اول چی هست؟ کد هست، کپی هست، فرمت فیلتر و پیست. چهار تا آپشن. کد خو میدنید. زمانی فعال میشه کد و کپی که متن مورد نظر شما چیکار کنی؟ انتخاب کنی. در غیر از او هیچ فایده نمیده. اگر متن من نوشته بخونم مثلا، من متن نوشته بخونم مثلا، نوشته منو متنم که نوشته بخونم سعی کنم تا انتخاب نکنم فعال بشه؟ نه. ولی اگر بیرون کلیک کنم باز فعال نیست. مجبور هستید متن مورد نظر چیکار کنی؟ انتخاب کنی. زمانی که انتخاب کردی چپ کلیک مکان میگیری، بالای امضا چی مونی؟ کش مونی. اگر تمام صفحات نیاز داشتی پس کنترل به اضافه چی میگیری؟ ا میگیری که ایرم در وردپد و نوتپد هم شما خوانده بودید. پس اینجی اگر ما کد بگیرم به این معنا که صحه چی مونه؟ قد مونه. تا یک صحه دیگه مون دور و دراز فرض کنید صفحه دوم و چهارم و پنجم میگم چی شوه؟ پیست شوه. و کپی چیکار مونه؟ یک نمونه از این میگیرم. مثلا ما اگر بخوایم نمونه گیری کنم از اینجی، میان بالای گزینه کپی کلیک مونم، در قسمت پایین کارسر میگذارم، بالای چی کلیک مونم؟ پیست. و شارتکتی کد که هستن کنترل اکس هستن، شارتکتی کپی کنترل سی هستن، شارتکتی پیست هم کنترل وی هستن، کنترل سی هستن، ببخشید کنترل وی گفتم، میره کنترل اکس، کنترل سی، کنترل وی. پس اینا شارتکت هایش هستن. دیگه طریقه هم شما شارتکت دارید. البته اگر ما بخوایم که اینمیا رو پیست بکنم در یک جای، فرض کن کپی گرفتیم، آلت از کیبورد فشار میدم، اچ فشار میدم، این رو برای شما گفتم نه؟ دو قسم شما شارتکت داری داره؟ نگفتیم؟ دو قسم شارتکت داره، یکی با کلید کنترل کار میشه، یکی با کلید چی کار میشه؟ آلت کار میشه. من اگر آلت بگیرم سعی کنم شارتکت ها رو برایش نوشتم نه، در تمام منو من اچ فشار میدم، تمام شارتکت های کامنت ها رو سعی کنم در منوی هم برایش نوشته شده یا نه. مگه گزینه وی رو فشار بده چی مونه؟ پیست مونه. کی رو فشار بدم؟ باز پیست مونه. باز آلت میگیرم، باز اچ میگیرم، مثلا از اینجا اچ میگیرم، وی رو میگیرم، کی رو میگیرم، سعی کنم مستقیما از اینجا پیست کنم. این راهایش هم هست که شما از این طریق هم میتونید چیکار کنی؟ کار کنی. و دیگه پیست هم 3 9 4 9 ده این قسمت پیست داره. ما شما من از اینجا رو بستم اونم. اینا اینجا رو دلیت میذارم. یک نمونه را چیکار کنم؟ انتخاب کنم. من اگر از اینجا کپی میگیرم یا فرض کو میم سایز خچی را سرخ میگیرم یا سفید میگیریم، از اینجا بزرگ میسازیم و هیر باز هم به این اندازه یک خطی یک خط هم پیدا میکنیم بالاشی به این شکل. دیگه از اینجا چی مانده؟ اینی می سایز تا بگیم یک کپی میگیریم، در قسمت پایین کلیک میکنم، میم اینجا پیست. پیست اول که میگیرم با تمام محتویات پیست نه. پیست دومی باشه آپشن یک سری چطور من تغییرات بدیم اینه و لیف پریویو را اوکی. آره که من میمیده بالای پیست که پیست نون به این شکل میاد. دومیش سایی که به شکل ساده پیست بونه یعنی به شکل استاندارد نوشته کده که کیپ سورس فارمتینگ، نگهداری که تو از چیشی؟ از فارمت چی. دیگه چی نوشته کده؟ مرچ فارمتینگ، فارمتینگ چی کار کو؟ از بین ببر. دیگه چی نوشته کده؟ کیپ تکست اونلی، فقط از چی محافظت کو نگهداری کو؟ از تکست یا از متن. پس دو تای اولی مثل همه تقریبا، اولیش با کل جزئیات چی مهمت نه؟ پیست. مشکلی برای شما؟ یعنی منظور من این است که یک وقت اگر بینی متنی آرایش داده را شما بخوایی کپی بگیری یا نمونه بگیری، مگم به شکل سادهش میگی پیست شود، به شکل اصلیش پیست شود. پس شکل اصلی کدام از این است؟ اول چیه؟ یا دوم یا سوم چی است؟ نوشته کده نه؟ مرج فارمتینگ، نوشته کده کیپ تکست اونلی، فقط از تکست چی کو نگهداری. خلاص. و پیست اسپیشال کی است؟ پیست بکو به شکل‌های خاص، مثلا نوشته مایکروسافت ورد آبجکت به شکل یک چوکات، فرمتینگ تکست که اینا ایش رو در اینجام کار کنیم، ان فرمت تکست به شکل پیکچر، به شکل HTML، به شکل ان فرمت تکست که به اینمی نمونه ها پیست مونه. ولی از جمله مهمترین ازی پیست لینک ازی است. لینک مثلا شما اگر قرار باشه در صفحه دیگه ای رو بیاری، در صفحه دیگه هم باز اینجا میگیم پیست اسپیشال پیست لینک اوکی. چرا کار نکرد؟ کانتور کپی میگیریم یک بار، فرض کن به صفحه بعدی میایم کارسر هم بگذاریم، بالای پیست اسپیشال میایم، پیست لینک انتخاب مونیم، اوکی میگیم آمد نه، کانترول انتر میزنیم، در صفحه دیگه میگیم همین اینوان بیا پیست اسپیشال پیست لینک اوکی، کانترول انتر صفحه چه اضافه هم کردید رو خیال دارید نه، پیست اسپیشال پیست لینک اوکی. فرض کن ما در ده تا صفحه همین اینوان رو نیاز دارید، باز کانترول انتر میگم پیست اسپیشال، میگم پیست چی شوه؟ پیست. چند تا صفحه اشتم؟ 5 تا. دمی 5 تا صفحه ما یک عنوان سایکو درج کردیم در قسمت. اما خوبی از این پیستینگ چی هستن؟
اگر ما عنوان اولی را از این جمله می‌خوایم تغییر بدیم، فرض کنیم ما می‌خوایم دواسط بیاریم. همین که دواسط می‌خوایم بیاریم، در صفحه بعدیم که ببینیم سگ دواسط آمد، دیگه شم که ببینیم سگ دواسط آمد، دیگه شم که ببینیم سگ دواسط آمد. همون رقم اینه. اگر ما می‌خوایم سایز خط اولی رو کوچک بسازیم به طور مثال، ما می‌خوایم بینی اندازه بسازیم. ولی که در قسمت پایین مراجعه هم سگ یم رقم شد، یه دیگه شم هم رقم شد، دیگه شم. یعنی پیست لینک پیست بکو با اساس ارتباط به شکل لینک. اگر تو در اصل چه تغییرات میاری، به تمام تغییرات بیاری. ما اگر بگیرم یک شکل دیگه ای مثلا با رنگ دیگه پرونم از اینجی، فرض کو با این رنگ، با این رنگ یا با این رنگ، با این رنگ، ولی پایین که میایم یک دقیقه صبر کن تو خوبی نکنم رنگ. خب این چیزای گرافیکی که بود یک ذره دیر تغییرات میه ها، زود تغییرات نمیه. برخم خب خیر این تغییر نکرد، یعنی هدف چی است که به شکل چی هستن ارتباط. شما اگر عنوان اولی رو تغییر میاری، عنوان تمام عنوان ها چی مونه؟ تغییر مونه. منظورش رو فهمیدید؟ پیست لینک نه خیر کمک کمک تغییر نه پیست اسپیشل. پس پیست لینک یاد گرفتید، یکی در اینجا به درد بخوره. دیگه اگر قرار باشه شما از پروگرام دیگه در داخلی ورد بیاری، همون به اون شکل ارتباط هسته. به طور مثال ما دارم نوشتم اونم که اکسل کلید انتر میزنیم، بلنگ ور بوک میگیریم، داینامیک قسمت یک محتویات تایپ کنیم، مثلا 1000 کنترل سی میگیریم، میایم در ورد داینامیک قسمت یک انتر میزنیم، بالای پیست میایم، پیست اسپیشال میایم، پیست لینک انتخاب مونم، بعد کلید اوکی فشار بدیم. همون جدول با محتویات پیست شد یا نشد. ولی اگر یک وقت در اکسل شما به تغییرات بیاری، مثلا اینم قسمت انتخاب مونیم، اینم رو نوشته مونیم 3000 یا 30000 یا 3000، اینا که مینیمایز مونیم سعی کنید اینجا اتومات چی بده تغییرات بده. یعنی از پروگرام دیگه تا پروگرام ورد هم شما میتونی بیاری. فرض کن از پروگرام اکسل پاورپوینت شما میتونی محتویات بیاری، مگر به شکل چی باشه ارتباط باشه، که هر وقت حاصل چه تغییرات آوردی به کپیش هم چی بیه تغییرات بیه. پس اینم ما و شما از این چیکار کردیم؟ کار کردیم. دیگه نوشته که set as default paste که ما را در قسمت آپشن در قسمت ادوانس مبارک چیزایی که مربوط به پیست میشه در اینجی که را ما و شما بودیم روزای آخر چی مونیم؟ کار کردیم. پس ایرم یاد گرفتید سعی که آلی تغییرات آمده نه؟ یقدر دیر ششتیم تغییرات آمده. دیگه فارمت پونتر چی کار مونه؟ یک کپی بگیریم از امی کنترل این میزنیم، این رو بستم کنترل بی میزنیم، مثلا من اینجا کلیک مونم یه خط ساده مینویسم. منظور من سری فرمت پونتره. فرمت پونتر مثل قلمو یا برس رنگ مونه، یعنی مثل از امو عمل مونه. برس رنگ هم شما اگر تا داخل رنگ یک بار رکه ندی در کلکی نمالی کلکی در سرخ و سبز و سفید نمونه، اما قسم از ده نه. پس اینمی هم عینی از وظیفه از امو رو داره. ما اگر بخوایم که اینمی یک دیزاین تک آموزشگاه بسیار یک دیزاین لوکس داره، بسیار یک فرمت قشنگ بالایش کار شده، ما میخوایم که اینمی فرمت ویدیو رو به هم شکل جور کنه. فرض کنیم یک کلمه همین ویدیو ایش. ولی اگر شما بخواید که مثل ازی بیایید در یک قسمت ها مراجعه کنید، در دو سه بخش مراجعه کنید، نه اندازش رو به اندازه در ازی پیدا میتونید، نه رنگ ازی رو، و اگر هم پیدا کنید بسیار مشکل تمام میشه، ممکنه دو دقیقه وقت بگیره، ممکنه بسیار به سختی عین ازی شما فرمت داده بتونید. پس چیکار مونی؟ یا همین رو انتخاب مونی، زمانی که انتخاب کردی همین قلمو رو میگیری، فکر کنیم قلمو رو امیال در رنگ دکره دید می سر زمز دیگهش یک بار اینه میجور تا اینه میجور کمی رها کنی سعی کنیم ویدیو هم این ازمی جور مثل ازمی فاهمین داری؟ یا نه؟ پس ای وظیفه چی هستن؟ فرمت کنتر. دیگه در این قسمت در منوی هوم یک دانه دایرکت باکس داره به نام کلیپبورد. کلیپبورد وظیفه چی هست که از یک دانه عنوان کپی میگیره تا 22 دانه را. از یک دانه تا چند دانه را؟ 22 دانه موقتا. اگر ما بخوایم بنویسیم ویدیو یا کپی بگیریم به طور مثال انتخاب مون میگم کپی سعی کنیم اینجوری اتومات سیو شد. اگر ما میخوایم بنویسیم تکست باکس یا کپی بگیریم این فرض کنیم اگر مون میگم کپی سعی کنیم اینجوری باز چشتم ذخیره شد. اگر ما بخوایم از یک پروگراف به طور مثال یا از دو خط کپی بگیریم میگم کپی سعی کنیم اینجوری چشتم آمد. اگر ما بازم بخوایم از پروگراف اولی هم بخوایم به همین شکل کپی بگیریم
میگم کافی سعی کو در این چش نه درد شد. یعنی از یک عنوان تا 22 فایده از چی شد؟ فایده از این شد که شما اگر کنترل انتر منی کنترل انتر منی کنترل انتر منی در صفحه 200 یا 100 موری فرض کن بازم یعنی می عنوان به سادگی میتونی اینجا درج کنی، دیگه عنوان به سادگی درج میکنی، دیگه چی هم به سادگی درج میکنی و آموزشگار ما در یک صفحه دیگه نیاز داریم بالایش کلیک مون مستقیما چی میشه درج میشه. یعنی نیاز نیست که برم در صفحه بالا کپی بگیر پس بیا بگوی پیست، برو بالا بیا پایین، همینج مستقیم از یک دونه عنوان تا 22 دونه موقتا کپی میگیره ذخیره مون ده خود، پس هر وقتی که نیاز شد بالاش چیکار کو کلیک فهمیدید. خب دیگه چی هسته؟ این شد خلاص و راستی در این قسمت تو آپشن مونده به نام پیست آل، تمام شده یک دفعه پیست مونه، کلیر آل به این معنی که تمام شده یک دفعه حذف مونه، از اینجا پاک مونه. در قسمت آپشن شما یک دونه شارکت چرم تعیین میدونی نوشته شو آفیس کلیک بورد وین کنترل سی پریس ایت توایس، چی معنی هم دیگه؟ مگه هر بار که شما کنترل سی را دو دفعه فشار بدی آفیس کلیک بورد اگر بستن باشه با ما چی شونه؟ باز شونه. من مثلا اینمیزی ویدیو میخوایم کافی بگیرم سایکو کنترل سی کنترل سی دو بار که من بگم سایکو باز بشه، امزی اینوان کافی میگیرم میگم کنترل سی کنترل سی مستقیم چی شد؟ اینی سب شد، این شارکت چی هسته شما از اینجی میتونی تعیین میکنی. این شد خلاص. بخش بعدی که هسته به نامی فونت هسته، تب فونت. از این باکس اول شما انواع و اقسام خطها داره، در اینجی کدام خط خوش شما میگه مثلا بینی خط بینی خط بینی خط، اینا هم یک نوع سلیقه در کار، سلیقه بسیار خوب زمانی که شما کتاب تایپ مونید، زمانی که سرتیفیکیت جور مونید، زمانی که مثلا تقدیرنامه جور مونید یا چپتر خود خود تایپ مونید، یعنی یک نوع خط بسیار جالب شما انتخاب کنید که مردم از خواندن از وا از دیدن از وا خسته نشه، یعنی با سلیقه باشه اگر مثلا بینی شکل باشه به این شکل. اینجا انواع و اقسام خط ها هست، خلاصه ببینید بینی شکل بینی شکل اینجا زیاد خطا هست، اسکرول بیارید پایین زیاد خطا را شما میتونید ببینید، اما به طور عملی میتونید چک هم بکنید که آیا این خوب است یا این خوب است یا این خوب است، کدام از این خوبه، موشه که ما بگیریم بگیم این خوب است این خوب است، به طور عملی هر کدامش خوب بود شما از اینجا انتخاب کنید و تایید کنید. ولی کسایی که جدید ما در یک دونه خط دیگه هم برای شما معرفی مونم، خط است به نام 384 دونه فارسی فونت، اینو بخی کلوز کنید نه میمینجی اینجا موجود داره به نام 384 فارسی فونت. شما خط دو قسم فارسی سازی میدنی اول، یعنی در اونمون جبیه هست، یک طریقه شنی میاسته که البته بچه ها در درسی ویندوز چی کده خوانده، شما بالای ستاپ شده دبل کلیک مونی ستاپ تا آخر چی میشه اینستال میشه و خلاص میشه، خود به خود خط ها در اینجا درج میشه، یک طریقه شی هسته. عملی کار کنیم یا متوجه میشید نیاز نیست دیگه، نه یک بار کار کنیم شاید دو بار کار داشته شما. و طریقه دیگه ش ای هسته که بعضی فون ها مثلا به شکل جداگانه به شکل ناشناس است در داخل یک دونه سی دی ستاپ نداره، زمانی که ستاپ نداشت شما از اول تا آخر انتخاب مونید بالاش راست کلیک مونید چی میگیری کپی میگیری. من یک خط عملا به اون شکل کار مونید، من همینجا داشتم در درایو جی به نظر من در قسمت انودر فایل کتانی بی تی است که در چپتر چی شما کیورد به شما دادیم این نوشته است، اینو میره راست کلیک کنی مستقیم میگی کپی، اگر زیاد بود خوب در جمع انتخاب می‌کنی، اگر یک دونه بود خوب مجبوری راست کلیک کنی بالای دستوری کپی رو صادر کنی، بعد در قسمت کنترل پنل مراجعه کنی مثلا نوشتم اون کنترل و اینج چی رو پیدا کنی فونت گیره کار کردیم نه، در اینج کلیک کنی زمانی که باز شد در همین محیط راست کلیک کنی، در همین محیط راست کلیک کنی چیکار کنی پیست، امی پست که بگی این تاییدیه را به خاطر از این میدیه که من یک باره را فارسازی داریم دوباره میخوایم فارسازی کنیم، بعدش میگم یس مستقیم چی میشه اینستال میشه یا فار میشه، زمانی که اینستال شد از امی لیست هم میتونی پیدا کنی یا میتونی اینا را چک هم بکنی، مثلا اینی خط هم میخوایم چک کنیم بگیم پریویو به این شکل فونت هاست کدام از این را خوش داریم سایی کنی علامه های اپ رقم هم داریم یا مثلا اینی خط هم میخوایم ببینیم پریویو میگیم نداره پریویو اینی خط پریویو داریم اینی خط دیگه شده میگیم پریویو سعی کن باز شد. از اینجا شما اصل جای فون که است در کجاست در قسمت کنترل پنل و نام چیه فون، شما از اینجا میتونی راست کلیک کنی تازه دلیت هم بکنی فون ها مثلا ایران نستالیق کار داریم همینجا آی افشار میدیم سعی کن هر شخص خطایی که به آی شروع شده باشه به ما چی مونه لیست مونه کجا ایران نستالیق یه نمیه خطی که من فعال کردم برنامه چی بود برنامه کتانی سی. اول چی سی بود سی سعی کن سی و دیگه چی هسته؟ میانی پایدامونیم؟
پس اینمی فون تا در در ورد در بخش چی است فون بالای چی اول شما از اینجا کلیک مونی اونم انواع و اقسام خط هاست که در این چیش ده آمد برای درج کردن این نمیز خط ها شما چیکار مونی من سفر انتخاب مونم دلیت میزنم باز دلیت میزنم مثلا ایره بزرگ میسازم تا سمبولا را شما بیتنی ببینی از اینجا میم اما سمبولا ها را انتخاب مونم زمانی که ما خط 384 دانه فارسی رو اینستال کنید اتوماتیک سعی که در این قسمت میایه شکلایشی ما حالی هر کلمه ای رو کتای کنم به این شکل با ما یک چی میزنه یک سمبول حالی سمبول من بزرگ کنم مجبور تا شما دیده بزنی کانترول بریکت باز بریکت بسته بگیری کوچیک مونه شارکت چی هسته کانترول بریکت باز که بگیری چی مونه بزرگ مونه بریکت یا قوس های چی میگه متوسط در کجا هسته ای مینوال برای شما نشان میده ای قوس های متوسط یا بریکت نام داره پشت کلید انتر هسته بریکت بسته شیره بگیری کوچیک میسازه باز شیره بگیری چی میشه بزرگ میسازه از طریق کانترول با اینمی کلید شما میکنی متن چیکار کنی متن انتخاب شده را بزرگ میسازی سعی کنیم سمبول درج کنیم حالا می سمبول اگه بخوای مثلا رنگه کنیم هم سعی رنگش رو سرخ میگیریم سبز میگیریم هر رنگی که بخوای در این قسمت شما میتونی چیکار کنی تغییر بدی مثلا اینا حالا اینم نمیخوایم یک چیز دیگه را میخوایم یعنی که انتخاب مونیم سعی کنیم بین شکل یک چیز دیگه شی سعی کنیم الله نام خدا مثلا دیگه شی چی نوشته اللهم صل علی محمد و آل محمد دیگه شی مثلا دیگه شی هر تگمه کیبورد که ما فشار میدیم یک چیز با ما چی مونه تایپ مونه پس اونم 384 دانه فارسی فوند که فعال کردی اینمی سمبول ها با ما چی میشه فارسی سازی میشه این چی هست چی یونیسیف هست نه خب ایشی چقدر جالب چقدر خوب چیز هست نه و به اضافه از بسم الله الرحمن الرحیم هم داره دینی چی میای منچ کلیک مونی مثلا یک نمونی از اینا حالا ما دینی قسمت انتر میزنم ما میگم که یک بسم الله الرحمن الرحیم پس دوباره بین رقم بازم بین رقم بسم الله الرحمن الرحیم یکی از بچه های صنف وردم میخوانه این شکل بسم الله الرحمن الرحیم ریزاین کرد ما برای شما این نشان میدم سعی بین شکل اینی میرم از همون چی پیدا کردم چقدر بسم الله الرحمن الرحیم جالبه چقدر دقیق رنگ آمیزیش شما میتونید در اول کتاب یا در آخر چپتر در آخر چپتر خونه در اول چپتر جا به جا خب ایرم خو یاد گرفتید نه پس از این قسمت چی بود انتخاب نمودن فون ها یا خط ها یا طریقه فارسازی فون ها یا خط ها مشکل برای شما؟ نه دیگه چی هست در قسمت پهلو سایز چی هست متن مورد نظر انتخاب مونی مثلا میخواییم سایز از این چی باشه؟ بزرگتر سکه تا 72 بیشتر نداره در این چی اما شما از 72 اگر میخواستی بزرگتر شود بالای ای کلان کلیک مونی بالای انکرس فون سایز نوشته یا کانترول به اضافه بریکت چی هست اینجا نشان میده؟ باز و بسته شما میتونی کنترل به اضافه از اون کلیپ ها بگیری یعنی به جای انمیزی دو دانه کار میکنه یکش کوچک میسازه یکش بزرگ میسازه کنترل بسته میگیریم سعی کوچک مونه کنترل باز که بگیریم چی مونه بزرگ مونه و در قسمت پهلوی از دیگه چی هست سنتنسز کیس یا چنج کیس نام از این هست در چپتر هم درجه یا ها اینا چی کار مونه اینا در حروف انگلیسی کار بوده مثلا نوشته سنتنسز کس اولی را اگر انتخاب کنی اول جمله اولی که شما خط نوشته مونی حروف چی میه بزرگ میه در غیر از اون حروف های چی میه کوچک میه دومیشی تمام خرد میه سومیشی تمام بزرگ میه چهارمیشی کپیتالایز ایج ورد هر لغات که اسپیس خورده بده یا جدا شده باشه اول کلمه چی میشه بزرگ نوشته میشه پنجمی چی هستم اولیش خرد نوشته میشه بقیش به حروف کلان اینا رو من عملا برای شما دانه دانه همیاری کارم مثلا میایم در این قسمت اینمی شکل اولی استاندارد چی به نام چنج کیس است سنتنسز کیس است ببخشید سنتنسز کیس سایکو ام بزرگ آمده بقیش چی آمده خرد دومی را اگر انتخاب کنم سایکو ام هم چی شد کوچیک شد دیگه سومی را که من انتخاب کنم تمامش چی شد بزرگ شد این بسیار خوبی داره مثلا شما یک متن از اینترنت میگیری کپی اما تمامش به حروف بزرگ است فرض کن شما میتونی از اینجا بیای پس بگی نه به شکل استاندارد بیاری را سنتنسز که انتخاب مون یا متن را از اینترنت دانلود نمیگیری که تمامش به حروف چی هستن خرد است شما پس دوباره میگیری چی اپر کیس میگیری بزرگ میسازی یا میگم نه این اشتباه است میایم جمله چی را میگیریم اولی میگیم صحیح است اینا زیاد به درد میخورن دیگهش نوشته کپیتالایز ایج ورد یعنی هر لغاتی که فاصله خورده باشه یا جدا شده باشه اون سر اول از چی نوشته شده بزرگ
حالا سعی کنید ام بزرگ است، دبلیو ام چی است؟ بزرگ است. اگر نوشته کنم که مایکروسافت آفیس، سعی کنید آفیس هم که نوشته مونیم آفیس، مایکروسافت آفیس ورد 2013. پس دوباره مجبورم یک بار انتخاب کنم، بیایم ده همین قسمت، بگم کپیتالایز ایچ بورد. سعی کنید ام بزرگ، او بزرگ، دبلیو ام چی است؟ بزرگ است. دیگه میایم ده همین قسمت نوشته که تاگل کیس، یعنی اول چی چی بیار خرد بیار و قشر به حروف چی بیار کلان. اینا رو میشه که شما به منظور استایل و دیزاین استفاده کنید. این قسم البته ما ایج ندیدیم در جای شما میشه که چیکار کنید انتخاب کنید. از تمامی خوب است. مثلا من نام کورس نوشتم منم میگم نیلی استار ایجوکیشن سنتر، اما میگم که ما باید تمام از این بزرگ بیار. مثلا نیلی که نوشتم منم این کلان بیار، استار که نوشته کردم اس کلان بیار، ایجوکیشنال که نوشته کردم ای کلان بیار. نه سنتر. آله من اینو میرم انتخاب مونم، میایم در نمینجی میگم که کپیتالایز ایج بورد سایکو ان اس ای سی چی نوشتهشتم؟ بزرگ نوشتهشتم. دیگه در قسمت پهلوشی نوشته کلیر آل فارمتینگ. وقت خمانده نه؟ کلیر آل فارمتینگ، تمام فارمتی که هر چقدر دیزاین و رنگ و روغن و آرایش کرده باشی در یک کلیک تمامش چی بشه؟ پاک بشه. من کلیر آل فارمتینگ که بزنم شکل خط، سایز خط، رنگ خط به شکل چی بیار بگردن؟ اولیش سایز اولی 11 بوده و نویت خط مبینی بوده، رنگم به رنگ سیاه ساده بود. بس وقت نمانده این قسمت خلاص شونه، دفعه روزی بعدی بخیر اینو دین شروع مونی با همراه با دایلیک باکس چی روزی های بعدی یک بخش یک تبه یک روز خلاص مونی، یک تبه یک روز خلاص مونی. خوبه؟